سرخط خبرها. امتیازی نو برای دو شهروندی ها در روسیه. صندوق بین‌المللی پول. انتقال مبلغ به حالت اقتصادی روسیه وابسته است. و طالبان زنان را از حق کار در سازمان های غیر دولتی محروم کردند. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 26 دکبر است. صندوق بین‌المللی پول میگوید پیامدهای منفی جنگ روسیه در اوکراین به اقتصاد تاجیکستان برعکس انتظارات بسیار سخت نبوده است، اما احتمال در آینده نزدیک رنج بیشتر کشیدن آن وجود دارد. هیئت این مؤسسه بین‌المللی مالی که چند پیش در دوشنبه بود، ارزیابی و گزارش درباره وضع اقتصادی تاجیکستان را روز 23 دکبر نشر کرد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول گفتند بلافاصله بعد جنگ روسیه در اوکراین که ماه فوریه شروع شد، انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شد، ولی در سه ماهه دوم امسال یک بار افزایش یافت. به گفته صندوق بین‌المللی پول، با وجود پیشرفت اقتصادی معلوم نیست تا کی اقتصادی تاجیکستان اساس شدن رشد اقتصادی در روسیه، میزبان اساسی مهاجران کاری و یک شریک اساسی اقتصادی امین خواهد ماند. اقتصاد تاجیکستان سخت پایبندی پول مهاجران کاری است که از روسیه به وطن میفرستند. متخصصان صندوق بین‌المللی پول گفتند که در صورت بدتر شدن احوال اقتصاد روسیه که تحت تحریمات اقتصادی کشورهای غربی قرار دارد، ممکن است انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کم شود. در نوبت خود درآمد بانک‌های تاجیکستان هم کاهش یابد و در صورت بازگشت مهاجران به کشور احتیاج به کمک‌های اجتماعی دولت به اهالی افزایش یابد. افرادی که دارای دو شهروندی هستند اجازت پیدا کردند که در نهادهای دولتی و محلی روسیه همچون خدمتچی دولتی فعالیت کنند. طبق قانونی که شورای فدراسیون روسیه به تصویب رسانید، به افراد دارای دو شهروندی همین امکان را می‌دهد. این طرح قانون را ولادیمیر پلیتایف، معاون اولی رئیس کمیته قانونگذاری کنستیتوسیونی معرفی کرد. بنا به طرح قانون که در سامانه رسمی شورا نشر شده است، کارمندان دولتی، منصبداران و خدمتچیانی که شهروندی دولتی خارجی را دارند، می‌توانند تا 30 ایونی سال 2024 از این فرمان استفاده برند. اما اگر پس از این مهلت در دوام 5 روز کاری حجت‌های تصدیق کننده قطع شهروندی خارجی را پیشنهاد نکنند، آنها به طور یکجانبه از وظیفه آزاد کرده می شوند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفت در 9 ماه از ینور تا سپتامبر امسال 119,000 یا زیاده از 1% اهالی تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. این در حالی است که روسیه گرفتار جنگ با اوکراین است و ده ها هزار شهروندش کشور را ترک کردند. مقامات تاجیکستان پیامدی میلی از حد زیادی مردم را به گرفتن شناسنامه روسی نمیگویند. ایده نگران هستند مهاجران کاری این سند را یگانه راهی آسانی کار و زندگی در روسیه میپندارند. گروهی از ساکنان محله ارغوان ناحیه سینوی شهر دوشنبه از تخریب بخشی از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. آنها شکایت دارند که مقامات قسمی از زمینی ورزشگاه را برای بنیادی منزل جدا کرده است. ورزشگاه با حدودی زمینهای جماعت چارباغ ورزوب داخل می شود. این میدانچه با کی در کار شد و چرا می خواهند آن را از ساکنان بگیرند؟ علیشر ظریفی و امیر اسایف گزارش می دهند. این گروه ساکنان محله ارغوان ناحیه سینوی دوشنبه از تخریب بخش از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل میشه. این ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 هم یک ساکن همین انشاءاتش سر کرد همینجا اومده با امر رئیس شهر و سپورش رئیس شهر رئیس ناحیه سینو و امر پرکرور ناحیه سینو همین ساختمان همین مردک برطرف کرده شد. متاسفانه این هم سالای نزدیک با همین 2022 همین ماهای آگوست هم خیلی همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدید به ما، یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت به ما پیشنهاد نمیکنند. این یگانه ورزشگاه محله است. ساکنان میخواهند از تخریب قسمی آن سری وقت پیشگیری شود.
مراجعت‌هایشان به مقامات طور خود ساکنان گفتند تا حال نتیجه نداده است. ما با مقامات اجرایی شهر دوشنبه مراجعت کردیم، ما با ما جواب دادن که زمین ملکیت نوحیه ورزوب می باشد، با ورزوب مراجعت کردیم. ما با نوحیه ورزوب دو مرتبه رفتیم با قبول رئیس نوحیه، دو مرتبه اون کس رو متاسفانه نیافتیم. با پراکراتور جنرالی نیز مراجعت کردیم، آنا 22 نویبر یک مشتاس جوابش ممیرم جوابش تو حال جواب نگردوندیم. آنهایی که در اینجا کارهای ساختمانی را سر کردند، ایدهای ساکنان را به اساس خوانده میگویند برای بنیاد منزل همه حجتهای لازمه را دارند. سندهای رسمی برای بنیاد منزل را پیشنهاد کردند ولی از صحبت خودداری نمودند. از بحث دو جانب مسئولان جماعت چارباغ ورزوب که ورزشگاه به حدود زمینهای آن داخل می شود آگاهی داشتند، ولی کسی حاضر نشد در رو برای دوربین آزادی صحبت کند. در حکومت ورزوب شکایت ساکنان را به اساس خوانده تاکید نمودند که قطعه زمین برای بنیاد منزل پیش بینی شده است. قطعه زمین مذکور در اساس قرار رئیس جماعت دیوت چارباغ از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیع و گلیزور جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره به قیدگیری مال ملک از 13/05/2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغون در آن نصب نمودند در خطه زمین از یولگی شهروند شفیع و گلیزور به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروند شفیع و گلیزور به پراکاتورا مراجعه نموده است. از جانب پراکاتورا امر اوید به تاخیر برطرف نمودن قانون ویران کنی وارد شده است در مقامات. از جانب کمیسیای دویم عمل کننده قطعه زمین به حالت اول برگردانده شد. با دنبال منع کار زنان در سازمان های غیر حکومتی در افغانستان، نمایندگان این گونه سازمان ها و مقامات بلند پایه سازمان ملل متحد روز یکشنبه آینده کار این سازمان ها را بررسی کردند. طالبان روز پیشتر امر دادند که زنان افغان دیگر حق ندارند در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند. یک هفته پیشتر از این طالبان افرادگرا تحصیل دختران در دانشگاه ها را نیز منع کردند و خشم و اعتراضی زنان در داخل و خارجی افغانستان را برانگیختند. وزارت اقتصاد افغانستان روز یکشنبه گفت که سازمان‌هایی که زنان را به کار راه می‌دهند از مجوز کار محروم می‌شوند. وزارت گفته سبب منع کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی شکایت‌ها از رعایت نشدن معیارهای لباس اسلامی و یا نادرست پوشیدن حجاب بوده است. دادگاه عالی روسیه قرار درباره برهم دادن فدراسیون مهاجران روسیه را جانبداری کرد. دادگاه گفته است این تشکیلات به علاوه کارهای تربیتی با چربینی‌های ورزشی و فعالیت صاحبکاری مشغول بود که نقض قانون می‌باشد. اینترفاکس خبر می‌دهد که وادیم کاژنف رهبر این فدراسیون درستی این خبر را تصدیق نموده است. با گفته او یک دلیلی برهم دادن فدراسیون چند اشتباه در آیین نامه بوده است که آنها بارها می‌خواستند اصلاح کنند. فدراسیون مهاجران روسیه ماه فوریه سال 2007 با ابتکاری به گفته‌شان رهبران با نفوذ دیاسپوراهای خارجی با دستگیری شعبه سیاست داخلی دستگاه پرزیدنت روسیه تأسیس یافته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خود زده همراه می‌بینیم که از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. ۲۶ دکبر سال 1991 شورای جمهوری های شورای عالی اتحاد شوروی اعلامیه ختم موجودیت SSSR را قبول کرد. این تصمیم بعد تأسیس سازمان کشورهای همسود گرفته شد و با همین بعد نزدیک 70 سال موجودیت به SSSR خاتمه بخشید. تاجیکستان هم یکی از امضاگذاران این اعلامیه بود. 26 دکبر سال 2013 تاجیکستان بار اول مفهوم غلام فروشی را به قانون گذاری خود وارد کرد و جزای سنگین از 5 تا 12 سال زندان را برای چنین جرم تعیین نمود. ماده نو در کدکس جنایی تاجیکستان غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه عنوان و در شرایطی که مردی کاری و مهاجرت کاری شهروندان در داخل و خارج کشور به یک پدیده معمولی تبدیل شده است خیلی مهم و سری وقتی دانسته شد.
26 декабри соли 2011 шаршиноси маъруф ва муҳаққиқи забони тоҷикӣ дар донишгоҳи Ҳумбольти Олмон Манфред Лоренс барандаи ордени давлатии Тоҷикистон бо номи дӯстӣ шуд. Донишманди олмонӣ 88 сол умр дид ва тамоми умрашро ба омӯзиши забону адабиёти тоҷикию форсӣ бахшид. Манфред Лоренс ва Иржи Бечка, ховаршиноси чех, аз дӯстони ҳамешагии Тоҷикистон ва забону фарҳанги он буданд. بانک ملی از اوری خارجی رو چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.